این هفته ربات پشتک زننده، کانگوره گلگلی جهنده و آدمای همیشه پرنده. All systems are ready. Main engine ignition. ژاپنیا بازم گل کاشتن. این بار یه فضاپیما فرستادن به یک سیارک نزدیک زمین به اسم ریوگو که عرضش 1 کیلومتر بیشتر نیست تا آزمایش‌های علمی حیرت انگیز روی این سیارک انجام بدن. اسم این فضاپیما هایابوسا 2ه که تازگی 3 تا صدنورد روی ریوگو پیاده کرده. یک کاوشگر آلمانی فرانسوی که روز 3 اکتبر فرود اومد و پیش از اون ربات‌های ژاپنی مینرووای 2. ماموریتشون اینه که میزان دما و شاخص‌های مغناطیسی سیارک رو اندازه بگیرن و از سطحش عکاسی کنند. و بخش جالب ماجرا طرز کارشونه. بله، میجن. من به آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن جاکسا اومدم تا طراحان این ماموریت رو ملاقات کنم، بلکه از این شیوه عجیب و غریب جابجا شدن سر در بیارم. همچین چیزی میخوره بهش؟ 10-15 متر میپره بالا، یه رو اون بالا سطح رو بررسی میکنه و دوباره میاد پایین. همینطور میجهه و میجهه. تصاویری که ربات‌های مینرووا 2 از سیارک گرفتن همه رو شگفت زده کرده، ولی ریسک کاری که ربات‌ها می‌کنند بالاست. بزرگترین چالش چیه؟ خطری که متوجه این ماموریت است. راستش بودجه ما زیاد نبود، بنابراین از ابزار گران قیمت استفاده نکردیم. همونطور که دیدین ربات ما مدام میپره یا میجهه. هر بار که میخواد بجهه ممکنه یه مشکل مکانیکی پیش بیاد، یه چیزی بشکنه. یه مسئله دیگه دماست. سیارک مدام داره میچرخه و دما در بعضی لحظات منفی 100 درجه میشه. دقیقا نمیدونم چقدر، ولی دمای اینقدر پایین برای ابزارها مشکل سازه. یه لحظه نگاش کنید، به ظاهرش نگاه کنید، دقت کنید. قراره یه همچین چیزی بره به سطح سیارک بشینه اونجا، نمونه برداری کنه و برگرده به زمین. اصلا فوق‌العاده است، به این ظاهر شکننده میخوره همچین کاری بکنه. فرود اول همین روزای آخر اکتبر انجام شد. یکم که بگذره فرود تکرار میشه و این بار از خاک نمونه برداری میشه. We think that there are organic matters on the surface of asteroid. تصور ما اینه که روی سطح سیارک مواد عالی وجود داره. اگه بتونیم به این مواد دست پیدا کنیم، میتونیم بررسی کنیم که پیش از پیدایش زمین چه مواد عالی وجود داشته. بیشترین خطری که برای نشوندن یک همچین چیزی روی سیارک هست چیه؟ چه خطری بیشتر متوجهشه؟ پرخطرترین بخش سطح ریوگوست که صاف نیست. تصور ما این بود که سطح سیارک صافه و شاید پوشیده از ماسه. ولی بعد از اینکه مینروای 2 عکس فرستاد دیدیم پر از تخته سنگه، ریز و درشت. هیچ منطقه‌ای که سنگلاخی نباشه پیدا نکردیم. این بزرگترین معضله. اگه همه چی خوب پیش بره، سال دیگه هایابوسا 2 یک قدم پیشتر میره و این بار از زیر سطح سیارک خاک برمی‌داره. قراره با مواد منفجره چالی روی سیارک بسازه و از اونجا نمونه برداری کنه. و بعد در یک اقدام جسورانه علمی دیگه نمونه رو با خودش برگردونه به زمین و تحویل دانشمندان جاکسا بده تا شاید اونا بتونن از راز جهان و هستی پرده بردارند. We don't know where the life was born. ما نمیدونیم حیات از کجا آغاز شده. شاید روی زمین، شاید جای دیگه ای در گیتی. دقیقاً نمیدونیم کجا. به همین خاطر می‌خوایم مواد عالی اولیه رو که پیش از پیدایش منظومه خورشیدی وجود داشتن مطالعه کنیم. بون.
اکتبر هر سال نگاه اهل فناوری میره سمت سی تک، نمایشگاه بزرگ فناوری ژاپن که نشون میده فناوری در این کشور به کدوم سمت و سو داره میره. امیلی بیتس و دن سیمونز رفتن به نمایشگاه که گزارش تهیه کنند. بخش اول گزارششون رو ببینید. سی تک مثل بقیه نمایشگاه‌های فناوری نیست، عجیب غریبه. بله درست دیدین، الکسا به شکل نخود فرنگی. نظرتون چیه صبح ها به جای اینکه ساعت یا موبایلتون زنگ بزنه از سقف باد بزنه بهتون که بیدارشین، به خصوص صبحایی که نمیخواین بیدارشین؟ مثل میمونه که یکی بی صدا اینجوری کنه. توی این نمایشگاه مهمترین مسئله اینه که حدس بزنی اختراع بعدی که میترکونه کدومه. Now, you know what it's like? You're stuck behind a car and you can't overtake. حتما براتون پیش اومده که تو جاده پشت یه ماشین مونده باشین. هی می‌خواید سبقت بگیرین ولی نمی‌دونین ماشین میاد یا نه. این ماشین این مشکل رو حل می‌کنه. توش یه فناوری جدید به کار رفته که اسمشو گذاشتن اکسترا ویو یا دید اضافی. معنیش اینه از توی این ماشین جلوی ماشین جلویی رو می‌بینی. در واقع از چشم دوربین اونو می‌بینی. فرض شرکت ولئو که این فناوری رو ابداع کرده اینه که جلوی هر ماشین دوربین داره و هر کسی میتونه تصویر اون دوربین رو اینترنتی دریافت کنه. طبعا وقتی 5G جایگزین 4G بشه این ماجرا ممکن تر میشه. فکر کنین لازم نباشه حد بزنین اون طرف ماشین جلویی چه خبره. از بیخ گوشش گذشت. اینم میتسوبیشی از یه زاویه دیگه. عکس ماشین با حرکت سر بیننده حرکت میکنه. حتی نور تصویر هم تغییر میکنه. Now obviously the car wouldn't move like this in real life. البته در عالم واقع ماشین اینجوری حرکت نمیکنه. ولی اگه شما دورش حرکت کنین، طبیعتاً نور و انعکاس نور و چیزای دیگه تغییر میکنه. این نرم افزارم قراره همین کارو بکنه. سازنده هاش امیدوارن در آینده روی بیلبوردها هم از همین فناوری استفاده کنن. جوری که وقتی از کنارشون رد میشی، تصویر روی بیلبورد بدرخشه. به نظرم چراغای ماشین هر جا میری دنبالت میاد. میبینین نوری که از سقف این قرفه میاد چقدر طبیعیه؟ الان اگه بخواین جای پنجره الکی بذارین حتما باید پشتش نور آبی باشه یا خود شیشه آبی باشه. ولی پشت این از نور آبی خبری نیست، فقط دوتا LED سفید دو طرف پنجره داره و یه چیزی که میتسوبیشی اسمشو گذاشته پخش کننده معلق. کارش ظاهرن اینه که نور طبیعی رو همونطور که از جو وارد میشه شبیه سازی کنه. متاسفانه اطلاعات بیشتری به ما ندادن، صرفا گفتن 2 تا 5 سال دیگه به تولید انبوه میرسه. میشه توی خونه یا بیمارستان یا حتی مترو ازش استفاده کرد که آدم احساس کنه نور طبیعی میاد. یه جوریه که فکر میکنم اگه سرک بکشم بیرون رو میبینم. هر چقدر سرک بکشه پشت اون پنجره از این درخت ها که من پیدا کردم نمیبینه. آدم توی نمایشگاه فناوری انتظار دیدن همه چی داره جز درخت بونسای، یا بهتره بگم بونس آی. این درخت، یا بهتره بگیم گلدون مدرن این درخت، به طور خودکار میچرخه سمت نور و اگه آب لازم داشته باشه بهتون میگه، حتی پند و اندرز هم میده. I find out what the world needs, then I go ahead and invent it. At least that's what Thomas Edison said. فقط در ژاپن آدم چنین چیزی میبینه. This could be one of the standout technologies of C-Tech this year. این احتمالاً یکی از مهمترین دستاوردهای فناوری C-Tech امساله. امکان تشخیص سرطان با نمونه ادرار. هیتاچی، سازنده این فناوری، میگه سرطان رو در مراحل اولیه تشخیص میده و میگه چه نوعیه. یعنی برای سرطان پستان، سرطان ریه، سرطان روده و سرطان‌های کودکان کار میکنه. آزمایش‌های اولیه خیلی امیدوارکننده بوده. هرچند نمونه آماریشون محدود بوده و بیش از اینها باید آزمایش بشه. سوال مهم اینه که چقدر طول میکشه این فناوری به مطب دکتر ما برسه. اتفاق واقعا مهم میخواهد بود. تخمین ها اینه که در ژاپن 1-2 سال طول بکشه تا نهایی بشه و دولت تاییدش کنه. در بعضی کشورهای دیگه مثلا آمریکا، به فرض اینکه هیتاچی بخواد اونجا هم آزمایش کنه، ممکنه ظرف 3-4 ماه به نتیجه برسه. یعنی حد اکثر تا تابستون آینده. به خاطر پیشرفت‌هایی که در طیف نگاری و آموزش ماشینی رخ داده، تشخیص شناسه‌هایی که در ادرار شخص مبتلا به سرطان عوض میشه آسان‌تر شده.
متخصص ها امیدوارن آزمایش ادرار هم به اندازه آزمایش خون دقیق باشه. در حال حاضر آزمایش ادرار آزمایشگاه میخواد، ولی در آینده شاید 5 یا 10 سال دیگه هیتاچی میخواد با شرکت های سازنده توالت همکاری کنه که عنصر تشخیص دهنده فناوری رو بذارن توی خود توالت. یعنی هر بار برین دستشویی ادرارتون آزمایش میشه و اگه سرطان داشته باشین در همون مراحل اولیه متوجه میشین. در هفته‌ای که گذشت اپل با معرفی آیپد گران و عظیمش حال ما را گرفت و همینطور یک مکبوک ایر با مشخصات بهتر و یک مک مینی جدید معرفی کرد. پلیس بریتانیا در غرب میدلندز بعد از اینکه متوجه نقض فنی پهپادهای ساخت شرکت DJI شد، پهپادها را زمینگیر کرد. DJI گفته با دقت گزارش‌های مربوط به نقض موتورهای پهپادش که به سقوط اونا منجر میشن را بررسی میکنند. شرکت IBM هوش مصنوعی طراحی کرده که میتونه عطرهای تازه تولید کنه. هرچند این هوش مصنوعی نمیتونه بو بکشه، اما میتونه فرمول‌های شیمیایی و الگوریتم‌هایی که از داده‌ها استخراج میشن را در هم بیامیزه و رایحه‌ای ایجاد کنه که شاید مردم خوششان بیاد. بزودی ممکن است پستچی‌ها در نروژ از کار بیکار بشن. شرکت پست نروژ و استارتاپ بدی موبیلیتی ربات را آزمایش کردند که ساعت 6 کیلومتر تایی میکنه و میتونه در روز نامه و بسته های 100 نفره تحویل بده. البته این بات نمیتونه نامه ها را داخل صندوق بندازه. به جایش شهروندان میتونن بعد از گرفتن پیامی که از طریق اپ دریافت میکنن برن و نامه های خود را تحویل بگیرن. و در آخر اگر از سفارش غذا با پیک و تحویل گرفتن غذای سرد خسته شدین، تویوتا و پیتزا هات میخواین با هم پیتزایی متحرک درست کنن که ربات ها درش کار میکنن. تندرا پای پرو قرار است در عرض 7 دقیقه و در حال حرکت پیتزایی بپزه تا موقع تحویل تازه و داغ‌تر باشه. این که کار آشپزش چطور است بحث دیگه است. از متحرک کردن هوشمندانه عکسای دو بعدی گرفته تا بریدن دور فیلم برای اینکه قسمت مهم تصویر توی سایت‌های مثل اینستاگرام جا بشه و حتی انتخاب هوشمندانه اشیا در فیلم برای اینکه ایده هنریتون عملی بشه. اینا صرفاً چند تا از طرح‌هاییه که مهندسای شرکت ادوبی شبها خوابش رو می‌بینن. طبیعتاً ممکن خیلی از این طرح‌ها هرگز عملی نشن، ولی صرف طرح شدنشون برای به وجه آوردن اهل فنی که هر سال برای برنامه سالیانه این شرکت میان اینجا کافیه. ولی پیام امسال ادوبی مکس فقط به اهل فن نیست، به همه ماست. گول نرم‌افزاری سیلیکون ولی میگه بیان خلاقانه آسان‌تر از همیشه شده و در هر لحظه و هر مکانی که چیزی بهمون الهام شه میتونیم بیانش کنیم. حاضرین؟ چه عرض کنم، مثال بهترش شاید فتوشاپ برای آیپد باشه که قراره به زودی به بازار بیاد. نه نسخه ساده شده، نسخه کامل که برای کار با انگشت تنظیم شده، ولی خیلی ها ازش راضی نیستن. فتوشاپ روی آیپد برای کسایی که اپل دارن خوبه، ولی این رو قبلا هم میتونستن تولید کنن. الان اپلیکیشن های دیگه‌ای در بازار موجوده که بعضیاش واقعا خوبه و حتی میشه گفت کار ادوبی رو از خود ادوبی هم بهتر انجام میده. یه بحث مهم دیگه سریع کردن فرایند خلاقه و در قلب این بحث سنسی قرار داره، موتور هوش مصنوعی ادوبی. مثلا توی نرم افزار افتر افکت میشه با چند تا کلیک این اسب در حال تاخ رو از تصویر حذف کرد، کاری که قبلا خیلی سخت بود حتی برای آدم حرفه‌ای. یا این نرم افزار جدید ادیت ویدیو که با فناوری هوش مصنوعی مشابه افتر افکت کار میکنه، مخاطبش آدمای آماتوریه که فیلم درست میکنن. با این نرم افزار بعضی کارهای نرم افزارهای حرفه‌ای مثل تصحیح رنگ یا تمیز کردن صدا هم میشه انجام داد. اسم نرم افزار رو گذاشتن پریمیر راش که در نوع خودش جالبه، چون ادوبی تا حالا مقاومت کرده بود که برای نسل یوتیوب هم نرم افزار بسازه. ما محصول رو تا کامل نباشه نمیدیم بیرون. سالها طول کشیده تا به جایی برسیم که کاربر روی تلفن، تبلت، کامپیوتر و کلاود یا هر چیز دیگه ای کار کنه یا کار رو رها کنه و یه جا دیگه ادامه بده و در عین حال تصویر با کیفیت حرفه‌ای تولید کنه. یکی دیگه از موضوع‌های پرسر و صدا واقعیت افزود است. اپلیکیشن جدید ادوبی به نام پروژکت ایرو ساختن این جور تجربه‌های واقعیت افزوده رو راحت‌تر می‌کنه. کافیه یه فایل فتوشاپ رو بکشی بندازی توی این نرم افزار و لایه‌های تصویر رو از هم جدا کنی.
این نوع تجربه فراگیر به خصوص در بخش فروش خیلی متقاضی داره. تولید کننده‌های مختلف دوستان از ظرفیت واقعیت افزوده نهایت استفاده را ببرند. و البته تصمیم گیرندگان در شرکت ادوبی هم به این هم واقفن که اعتبار شرکت خودشون هم در نهایت به این بستگی داره که بتونن یک قدم از بقیه رقیبا جلوتر باشن. این از ادوبی. حالا برگردیم به ژاپن. اینجا آزمایشگاه پژوهشی انتیتی داکوموه، بزرگترین اپراتور موبایل ژاپن، قراره یه چیزی پرواز کنه. هم بزرگه، هم نورانیه و هم پر سر و صدا است. یعنی چی میتونه باشه؟ یه نمایشگر شناور. بله، این اولین پهپاد نمایشگر کروی پرنده در دنیاست. قاب بیرونیش در واقع 8 حلقه نوار چرخانه که هر کدومش 320 تا LED داره. وقتی حلقه ها با سرعت میچرخند، آدم فکر میکنه واقعا یک کره میبینه. هدفمون اینه که چیزی بسازیم که بشه اطلاعات رو هر جا در آسمون به نمایش گذاشت. چه برای تبلیغ، چه برای سرگرمی یا نمایش، یا حتی راهنمایی مردم در موقع حادثه. البته همه چیز این محصول باید کوچکتر، مطمئنتر و با دوامتر بشه. در حال حاضر حد اکثر 3 دقیقه میتونه روی هوا بمونه. خب حالا وقتشه که بریم به سی‌تک تا ببینیم همکارامون اونجا چی پیدا کردن. صندلی هاش که باحاله، هیچی. یکی از اولین سیستم هایی که پروژکتور 8K داره. تصویر رو از روی آینه مقعر منعکس میکنه روی پرده که حس آدم واقعی تر بشه. نکته خیلی مثبتش اینه که کوچیکه، یعنی میشه جمعش کرد بردش جای دیگه، تقریبا همه جا. مثلا میشه بردش جاهایی مثل بیمارستان یا جاهای دیگه که مردم به سینما یا مجموعه های تفریحی دسترسی ندارن. بریم گرم کنیم برای المپیک 2020 توکیو. این حسگر سه‌بعدی فوجیتسوه. هر ثانیه 18 نقطه مختلف بدن منو با لیزر اسکن میکنه. بعد اینا رو تبدیل میکنه به یه تصویر سه‌بعدی که میشه فریم به فریم پخش کرد. امیدوارم در آینده در مسابقات ژیمناستیک ازش استفاده کنن که داور بهتر حرکت ورزشکار رو ببینه. برای خود ژیمناستا هم خوبه، میتونن حرکاتشون رو بهتر کنن. تماشاچی ها هم میتونن روی اپ بفهمن کی چرا چه نمره‌ای گرفته. گذشته از اینها به درد فیزیوتراپی هم میخوره. حتما به المپیک 2020 میرسی امیلی، ولی فعلا اینو ببین. یک اولین دیگه در ژاپن. این تلویزیون محصول شرکت شارپه، نسل دوم تلویزیون 8K که ماه دیگه به بازار میاد. منتها خبر مهمتر اینه که NHK تلویزیون دولتی ژاپن هم از اول دسامبر امسال برنامه 8K پخش میکنه. یعنی این تلویزیون به یک کاری میاد. اوه، کی 8K نگاه میکنه؟ امیلی رو نگاه کنین. تقصیر من نبود، بیسبال مجازی خیلی گل کرده بود. زدم وسطش، ولی این یکی نخورد. ماهیگیری مجازی هم تعریفی نداشت. سنگینه. با این بازوی روباتیک که در دانشگاه کیو ساختن، شما میتونی توی خونت بشینی و از دریا ماهی بگیری. این بازو حرکتتو تقلید میکنه. البته ممکنه ماهی که میگیری به موقع به دستت نرسه. امیلی باید ماهیگیری رو ول کنه، بیاد این ربات‌های فروشگاه لاسون رو امتحان کنه. سلام. ایشون دستیار فروش فروشگاه لاسونه، یکی از فروشگاه‌های بزرگ ژاپنه، مثل تسکو خودمون. خوراکی هم می‌فروشن، ولی از اونجایی که جمعیت ژاپن یعنی نیروی کار ژاپن در حال کاهشه، آدم‌های کمتری هستن که توی فروشگاه کار کنن. بنابراین این دستیار مجازی سالاد شما رو طبق دستور و با توجه به حساسیتی اگه دارین آماده می‌کنه. ضمن اینکه دفعه بعد هم که بیاین اینجا می‌شناستتون. فروشگاه لاسون میخواد در چند سال آینده این ربات‌ها رو به کار بگیره که همون موقع که داریم خرید میکنیم برامون یه چیزی هم درست کنن. غذای امروز از این پیراشکی ماننده است.
یه چیز دیگه که ممکنه به درد جمعیت روبه کهولت ژاپن بخوره اینه. ظاهرش مثل عینک‌های معمولی میمونه، ولی اگه این دکمه روی دست رو لمس کنم شاید یه برق کوچیک زد دیده باشین. اتفاقی که میفته اینه که کریستال مایع توی عینک تغییر مکان میده و فاصله کانونی عدسی عوض میشه. مثلا چیزای نزدیک رو بهتر میبینین. در واقع مثل عینک‌های دو کانونه میمونه. نکته مثبتش اینه که هر وقت خوندنت تموم شد میتونی خاموشش کنی و برگردی به همون شماره چشم قبلی. حالا چجوری انتخاب کنیم کی بهترین چیزو نشونمون داد؟ اگه موافق باشین از این خرگوش فروشنده بخوایم بازنده رو مسخره کنه. یک کیف خرگوشی هم بهت داد. همینو کم داشتم فقط. خیلی خوشگل شدیدن. ولی برنامه رو با یه چیز خوشگل تر تموم میکنیم. واقعا خیره کننده است. زبون آدم بند میاد. اسم این نمایشگاه بدون مرزه. آخرین کار گروه هنر دیجیتالی تیم لب. این فضای بی‌نظیر در اوریبای توکیو نخستین نمایشگاه دائمشونه. 10,000 متر مربع جادوی تصویری که گوشه گوشش تصاویر بدیه که در هیچ لحظه‌ای تکراری نیست. فوق‌العاده است. واقعا یک نمایش زنده است. تصاویر با حضور آدم عوض میشن. هیچ صحنه‌ای تکرار نمیشه. همه چیز متغیر و تابعی از واکنش به محیطه. در پشت صحنه 520 کامپیوتر و 470 پروژکتور در حال کارند تا به خلاقیت مهندسان، هنرمندان پویانمایی و معماران جامعه واقعیت بپوشونند. حتی نوشیدنی توی کافه هم اثر هنریه. هرچی سفارش بدید روش یه کف سفید داره. وقتی میذاریدش روی میز روش گل میشکفه و وقتی برش میدارید تا بنوشید پرپر میشه. اثر هنری مرز نمیشناسه چون از جنس ماده نیست. برای ما نور رنگ و همه جا هم بوم. حقیقتاً مرز نداره. بعضی از اثرهایی که ساختن هیچ وقت ثابت نیست. شخصیت‌ها از قاب خودشون میان بیرون و راه میفتن توی اتاق‌ها و روی آثار هنری دیگه. حتی بازدید کننده ها هم میتونن اثر خودشون رو به نمایشگاه اضافه کنند. یک حیوان رو رنگ میکنی، اسکن میکنی، زنده میشه، میپیونده به مخلوقات باقی بازدید کننده ها که پرواز میکنن، شنا میکنن یا کف اتاق و روی دیوارها میخزن. یک علت دیگه که اسمش رو گذاشتن بدون مرز اینه که به لطف این همه آینه بعضی از اثرها انگار تا بی نهایت ادامه دارند. واقعا میشه گفت اینجا مکانیه که زمان برات متوقف میشه تا وقتی که ترکش کنی. فوق‌العاده است نه؟ خب به پایان برنامه اول ما از ژاپن رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما میتونید ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید تماشاش کنید. با ما در تماس باشید با ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد بدرود و خدا نگهدار.